سریال ضربان قلب قسمت 21. اونها ناگهان متوجه میشن که یک دوست سوار ماشین ایلون شده و در حال حرکت هستش. اونها به سمت ماشین میدون ولی نمیتونن جلوی دوست رو بگیرن. ایلون عصبانی میشه و با علی بحث میکنه و او رو به خاطر رفتن به اونجا مقصر میدونه. علی از اون ناراحت میشه، سپس گوشی رو میده تا با پلیس تماس بگیرن. ایلون با محمد تماس میگیره و بیمارستان میگه محمد از اونجا رفته. دوز دم خونه میره و داشبورد رو باز میکنه و میفهمه که صاحب ماشین دکتر هستش. او وقتی داخل خونه میره میبینه مادرش روی زمین افتاده. هاکان برادر او که گویا تعادل روانی هم نداره با اسلحه ایستاده و به دوز نیز شلیک میکنه. سپس نامه‌ای مینویسه و داخل اون میگه نتونست خودش رو کنترل کنه و مادر و برادر خودش رو کشته. او دم در ماشین رو میبینه، سوار میشه و کارت ایلور رو میبینه. یک صدای خیالی با او حرف میزنه و مدام میگه آروم باش. سپس با دیدن کارت ایلون میگه او رو پیدا کن. علی و ایلون با تاکسی به بیمارستان میرن. ایلون از همه سراغ مهمت رو میگیره. علی دم در یک زن رو میبینه که کمک میخواد و میگه بچه‌ای که اونجاست رو نجات بدن. علی و ایلون و صمد همراه زن میرن و دختری 12 ساله رو میبینن که روی نیمکت نشسته و گریه میکنه و درد داره. ایلون میبینه شکم دختر بزرگ هستش و تصور میکنه او حامله هستش. اونها دختر رو به بیمارستان رسونده و با سونوگرافی متوجه توده بزرگی در شکمش میشن. صمد سراغ بهار میره تا او رو برای عمل صدا بزنه. بهار و آغوز با لباس مهمانی از عروسی دوست بهار برمیگردن. اسما به کافه میره و صدایی میشنوه و فکر میکنه دزد اومده. محمد در آشپزخانه دنبال پول میگرده. اسما با گلدان از پشت سر به او میزنه. او سپس میبینه محمد هستش که دنبال پول میگشته. او ناراحت شده و در آشپزخونه رو قفل میکنه، میخواد با پلیس تماس بگیره. بهار دختر رو ماینه میکنه و میگه وضعیت مناسبی نداره، باید جراحی بشه. پرستارا میگن کسی از اعضای خانواده او نیست. محمد تظاهر میکنه که حالش بد هستش. وقتی اسما در رو باز میکنه، محمد با چاقو او رو تهدید میکنه تا فرار کنه. سپس به او میگه محمد واقعی این هستش. سپس با خودش میگه اسما من مجبورم، منو ببخش. هر جا که باشم خوشبختی نمیمونه. ایلول از علی میخواد دوربین های بیمارستان رو چک کنه. علی میگه در دوربین محمد به خواسته خودش بیمارستان رو ترک کرده. او به خاطر پیگیری ایلول با او بحث میکنه و میگه او همیشه کسی رو بین رابطهشون میاره تا از او فرار کنه. روز ایلول رو میبینه و گل رو به او میده و میگه نشد امشب با هم شام بخوریم. ایلول میگه من به رابطه عاشقانه باور ندارم. او و بهار به هم دیگه میان و بهتره که دست گل رو به او بده. روز ناراحت میشه و از اونجا میره. بهار دختر رو با کمک علی جراحی میکنه و موفق میشه. آکان به بیمارستان میره و میخواد ایلول رو ببینه و ذهنش مشغول هستش. ایلول پیش اسما میره و اسما ماجرای محمد رو برای او تعریف میکنه. اما ایلون میگه غیر ممکنه و محمد به خاطر او در یک شب پول تهیه کرده. اسما میگه من هم تا همین امشب چنین چیزی رو باور نمی کردم. علی با زیاد در مورد سردار صحبت میکنه و زیاد ماجرا رو برای او تعریف میکنه و میگه پرونده رو به خاطر کوتاهی در عمل مادر بزرگ ایلون عوض کرده بود. علی سپس میپرسه که او از کجا میدونه. زیاد میگه خبر نداشته. علی میگه پس چرا سردار او رو زده؟ زیا میگه یه مدت نتونسته دختر او رو نجات بده. سپس از علی میخواد که این ماجرا رو پیگیری نکنه زیرا فایده ای نداره. بهار در مورد اون دختر پرسجو کرده و مادرش رو در بیمارستان میبینه که دنبال دخترش بوده و میخواد او رو ببینه. منشی به ایلول میگه بیماری میخواد او رو ویزیت کنه. ایلول با هاکان وارد اتاق میشه و هاکان از شرایطش به او میگه که سردرد داره و تهوع و بیخوابی و افکاری به ذهنش میاد. ایلول میخواد او رو به دکتر دیگه معرفی کنه، اما هاکان عصبانی شد و میگه فقط ایلول باید کمکش کنه.
سریال ضربان قلب قسمت 22. نسرین در تلویزیون مصاحبه مهد شاکی از ایلول رو میبینه و به وداد میگه کسی رو که ایلول عمل کرده دستش ناقص شده و او از ایلول شکایت کرده. ایلول متوجه میشه که حال هاکان عادی نیست. او با افکار مزاحم ذهنش درگیر هستش و به ایلول میگه بعد از مردنم مغز من رو نگاه کنید ببینید توش چی هستش. ایلول میخواد از دکتر دیگه براش وقت بگیره اما اون نمیذاره و فرار میکنه. ایلول به آغوز میگه اون بیمار خطرناکه و باید به پلیس خبر بدیم. وداد به کافه اسما میره و میگه میخوام به او کمک کنم. اسما میگه یک بیمار واسش دردسر درست کرده و توی اخبار هم پخش کردن. هاکان از پله ها به سمت پشت بام میره. اسلحه‌ای که از کیفش در میاره و همینطور که ذهنش درگیر افکار مثبت و منفی هست مردم رو نشونه میره. جلوی بیمارستان دو نفر با هم گلاویز شدن. علی و محمد میخوان اون دو رو آروم کنن و یکی از اون دو مرد مرتب به اونها سیلی میزنه. علی میفهمه که اون کارش عمدی نیستش و اختیار دستش رو نداره. اسما و ودا در کافه به فیلم مصاحبه اون مرد نگاه میکنن و یک دفعه اسما اون مرد رو میشناسه. میگه اون کافه اومده بود و سفارش چای و قهوه داده و با زنی ملاقات کرده بود و دستاش هم سالم و عادی بودن. اسما موضوع رو به وداد میگه و نمیدونه که اون زن کی بوده. سینا با منشش یلدو حرف میزنه. یلدو میگه من عشقم رو به تو ثابت کردم و حالا نوبت تو هستش و پای ازدواج رو به میون میکشه. سلیمان اونها رو با هم میبینه و به سینا تذکر میده که او رو دست به سر کنه. پلیس ها ساختمون رو میگردن اما هاکان رو پیدا نمی کنن. ماشین ایلول پیدا شده ولی از دوز ماشین خبری نیست. معوض میفهمه که اونها شب با هم بودن. مردی که کنترل دستش رو نداشت با علی حرف میزنه و میگه قصد ازدواج با اون دختر داره ولی مشکل دستش باعث ناراحتی او و برادرش شده. علی توضیحاتی در مورد این بیماری داده و میگه راهی برای کنترل این بیماری هست و نباید ازدواج رو به تأخیر بندازه. ایلول داخل ماشین دست نوشته های هاکان رو میبینه و به پلیس خبر میده که او همون کسی است که مادر و برادرش رو کشته. ایلول به علی میگه که اون قاتل برای معاینه پیش من اومده بود. علی از این که ایلول قبلا این موضوع رو به اون نگفته ناراحت میشه و میگه تو برای هر کاری بهونه میاری. اسما و وداد اونجا میان. ایلول عصبانی شد و به پدرش میگه به من و اطرافیانم کاری نداشته باش و از من دور شو. در همه لحظه صدای گلوله‌ای میاد و روی صورت ایلول خون میپاشه. هاکان از پشت بام شلیک کرده. گردن وداد تیر خورده. فوراً او رو به بیمارستان میرسونن. سلیمان و سینان از اینکه این اتفاقات در بیمارستان میفته ناراحت هستن و از شنیدن خبر زخمی شدن وداد تعجب میکنن. ایلول به علی میگه درباره وضعیت پدرش بهتر هستش با سلیم هم مشورت کنن. بهار پیش دخترک و مادرش میاد و به اونها میگه درمان دخترش همینجا انجام میشه و بعدن او برای کنترل باید بیاد. علی به ایلول خبر میده که پدرش رو عمل کردن و حالش خوب هستش. ایلول میگه تصور میکردم دوستش ندارم. علی میگه پس متوجه اشتباهت شدی و اضافه میکنه همه چیز میگذره و من همیشه در کنارت هستم. نسرین پیش وداد میاد و او توضیح میده که اون مرد به ایلول تهمت زده و او آمده بود که این موضوع رو به ایلول بگه. پلیس ها پشت بام میگردن و هاکان رو پیدا نمیکنن. ایلول به دیدن پدرش میره که نسرین رو میبینه و به او طعنه میزنه تو گفته بودی هیچ وقت به ما رسیدگی نخواهی کرد. وداد عصبانی شده او رو از اتاق بیرون میکنه. نسرین در راه روی بیمارستان سینا رو دیده و گذشته ها رو به او یادآوری میکنه و میگه ما مخارج بیمارستان رو نمیدیم چون من سالها قبل تو رو نجات دادم. وداد به ایلول میگه اون مرد یک کلاهبرداره. ولی ایلول عصبانی شده و میگه ما هرگز پدر و دختر نخواهیم شد. علی به ایلول میگه نمیتونی پدرت رو مقصر کنی و بری.